بریم سراغ ست کردن یک لیسنر با دستور MSF کانسول میتونیم وارد فریم ورک متاسپلویت بشیم و وقتی وارد فریم ورک متاسپلویت میشیم میتونیم از قابلیت های اون استفاده کنیم قاعدتا خیلی قابلیت های زیادی داره ولی ما فعلا به شکل انحصاری داریم روی اندروید کار میکنیم ولی این یکی از مواردی که دارید میبینید حالا یا قبلا کار کردید یا دفعه اولتونه برای همه تروجان ها این مرحله نیاز هست حالا خیلی از ابزارها خودشون به شکل اتومات این کار رو انجام میدن خیلی از ابزارها انجام نمیدن و شما نیاز دارید که دستی این کار رو انجام بدید باید داخل خب خط فرمان متاسپلویت که هستیم MSF هستش به جای نام کاربریمون و حالا سطح دسترسیش. کاری که میکنیم اینه میگیم یوز کن از اکسپلویت مالتی هندلر یعنی چی یعنی ما یک کالا تروجانی ساختیم میخوایم اکسپلویتش کنیم میخوایم توسط اون یک دسترسی بگیریم پس ازش از از نوع مولتی هندلرش استفاده کن مولتی هندلر یعنی اون نوع دسترسی که شما میتونید این تروجان رو این تروجانی که اینجا ساختیم رو به چند کاربر بدید مثلا به ده تا گوشی اینجا درست کنیم ده تا گوشی بدید و هر ده تا موقع نصب یا اجراش به سیستم ما وصل بشم اما به اونها دسترسی پیدا کنیم پس میگیم اوکی یک بستری فراهم کن برای دسترسی از طریق حالا مولتی میتونه سینگل هم باشه بعد از اون چی؟ حالا توی این مولتی ما چه کارهایی باید انجام بدیم؟ توسط دستور شو آپشنز میتونید همه اون قسمت هایی که نیازه رو ست کنید اینجا نشون نمیده البته اوکی okay, میگیم ست کن پیلودمون رو اون پیلودی که ما ساختیم برای اون تروجان پیلود اون از نوع اندروید میتر پریتر خب گیر کرد دوباره یه ذره سب کنیم ببینیم اجازه بدید این مشکل گیر کردنش برطرف بشه خب اندروید میتر پریتر و ریورس تی سی پی باید همون نوع کانکشنی رو که همون دقیقا پیلودی رو که روی تروجان ست کردید روی لیسنرتون هم همون تروجان همون پیلود رو ست،, ست کنید و الهاست رو ست کنید ست ال هاست آی پی مون چند بود 192 168 صفر اگر اشتباه نکنم یک دور دیگه چک کنیم مطمئن شیم آی اف کانفیک صرف 110 درسته پورتمون هم همون پورت باید ست کنیم ست میکنیم ال پورتمون رو 443 و با دستور اکسپلویت میره روی حالت لیسنینگ میگه یک ریورس تی سی پی هندلر آماده شده روی این آی پی و این پورت حالا منتظر هستش که این تروجان اجرا بشه اینو میندازیم پایین بریم تروجان رو روی اندرویدمون اینستال کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته خب باید وارد مرحله نصب بشه قاعدتا شاید اینجا باشه تروجان یک بار دیگه نستالش کرد حالا بریم روی کالیوم ببینیم آیا اتفاقی افتاده یا نه نه خب اجازه بدید من فایل رو درست منتقل کنم نمیدونم چه مشکلیه نبوده تا حالا و دوباره ویدیو رو ادامه بدیم خب آ درگ اند dropping کار نکرد من توسط یک سرور خیلی کوچیک توی کالی لینوکس فایل رو از طریق حالا یک بروزر دریافت میکنیم به این شکل که توی کالی می نویسید پایتون داش ام سیمبل HTTP سرور پورت 9090 و البته باید داخل اون دایرکتوری باشید که فایل مورد نظرتون اونجا من رو دسکتاپ هم اینجاست و اینجا هم روی دسکتاپ این دستور رو اجرا کردم و بعد از اون IP کالیتون اینجا و دو نقطه پورتش رو مشخص میکنید روی این فایل کلیک میکنید داره بهتون اختار میده میگه که این فایل ممکنه به دستگاهاتون آسیب بزنه میخوای نصبش کنی این به علت ماهیت تروجانه نیستش این به علت اینه که شما دارید از یک منبع وب یک APK دانلود میکنید پس ربطی به حالا شناسایی شدن این موضوع نداره فایل دانلود شد و هنوز نصبش نکردیم بریم بریم روی کالی هنوز روی این هندلرمون اتفاقی نیفتاده بریم نصبش کنیم ببینیم در جا چه اتفاقی میفته این رو میزنیم این رو باید بخونید این استال نمیذاره بکنیم چرا uh, this update requires no new permission اوکی okay. بذارید من مشکل این رو هم حل کنم خب مشکلش حل شد مشکل از این ایمولیتر من بود یه دونه دیگه درست کردم و با همون نام و همون شکل این استال دارم بکنم حالا انستال رو که بزنیم بریم روی کالیون ببینیم چه اتفاقی میفته خیلی زود باید البته هنوز اپ اجرا نشده این موقع اجرا شدن برای ما اینجا دسترسی رو میگیره ایمولیتورمون اوپن رو میزنیم شما اینجا رو نگاه کنید من اینجا اوپن رو میزنم در لحظه دیدید چه اتفاقی افتاد؟ اولا اپ اینجا بسته شد چون خب اپلیکیشن واقعی نبود اوکی ولی حتی اگر اپلیکیشن بیرون هم باشیم ما اینجا دسترسیمون رو کامل داریم حالا که توسط این کامند شل میتر پریتر چه کارهایی میتونیم انجام بدیم رو میفته برای جلسه بعد کار خیلی هیجان انگیزی میشه انجام داد اما من همه‌شو نمیگم تو هر متدی که حالا تروجان میسازیم یه سری دستورات با مزه و با حالا بهتون میگم که یوهو همش تموم نشه و هرچی جلو میریم چیزهای بیشتری یاد میگیریم برای حک قانونی و بالا بردن اطلاعاتمون توی زمینه امنیت